جان خوبه، جان خوبه، هرچی اتفاقه همیشه هم یک جورای سر رام بوده، جاش تو ریان بوده، آفرود خر خاکی تر. سلام بچه ها، خیلی خوش اومدید به ویدیو دیگه. تو این آموزش میخوایم بریم سراغ تکست گرافی های آی مووی. من دو تا پارت قبلا از آی مووی گذاشتم برای اندروید، ولی خب بعضی مثلا براشون یکم سخت بود چون روی صفحه خام، یعنی صفحه سیاه کار شده بود، بعضی نگرفتن چجوری بذارنش رو عکس، یا بعضی اومدن گفتن که استایلای جدید اومده توی چند ماه اخیر، مثلا استایلای جدیدی اومد و گفتم اون استایلا رو هم آموزش بده و میخواستم توی این آموزش هم استایلای جدید رو نشون بدم، هم یه بازسازی داشته باشیم ازش و هم روی یه عکس یا یه فیلم کارش کنم که کاملا متوجه بشید. فقط قبل از اینکه بریم سراغ آموزش، حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید اگه هنوز نکردید، زنگوله کنارش هم بزنید و نوتیفیکیشن رو روی آل بذارید، و اگه میخواید بازم از این تکست گرافی آموزش بدم، حتما ویدیو رو لایک کنید، سوال درخواست نظری داشتید توی کامنت برام بنویسید، حتما میخونم و جواب میدم. و بریم سراغ آموزش. هرچی اتفاقه همیشه هم یک جورای سر رام بوده، جاش تو ریان بوده، آفرود خر خاکی ترین رو همه زیر پام بوده، باز تکیلا رو میری میری تکیلا رو جلو، نرسیدی بهشون ولی لاشو داری جلو، هدفا تو میگم بگو با چی داری گرو، آجی و نرینه کسی نرو. خب ما اینجا پروژیکتمون رو باز میکنه، مثلا 16:9 فرق نداره، حالا هر سایزی که خودتون میخواید، هر ابعادی که خودتون میخوای، سایز درست نیست. و اینجا ما ادو میزنیم و یه عکس مثلا اد کنیم، همین عکسی که ابعادش هم مناسبه کلا، و اندازش حالا هر تایمی که خودتون میخواید، مثلا من میذارمش روی 7 ثانیه، اوکی، فرقی که نداره، من فقط میخوام نمونه بسازم. حالا ما میایم تکستمون رو مینویسیم، مثلا چقدر سخته با موز تایپ کردن، طول میکشه، و فونتمون هم میذاریم اینم از اندازش بریمش وسط، خب این از این، اوکی. و حالا بیایم همینو دوپلیکیت میکنیم دیگه، لازم نیست متن جدید اد کنیم، و پاکش میکنیم و یه ایموجی میذاریم، خب مثلا یه دونه باشه اول بهتر. فونت ایموجیمون رو انتخاب میکنیم، درصد رنگش هم میاریم 0، اندازش هم اوکی، همین دیگه، اینو میاریم اینور، میذاریم روبروش، اندازش و ایناش هم دیگه مچ میکنیم خودتون، اینا به سلیقه خودتون اکثرا، و بیاریمش این ورتر که وسط باشه دقیقا. حالا ما اینا رو انتخاب میکنیم جفتشو، میذاریم توی یک گروپ، خب میریم توی این گروپه، اینجا یه شکل هندسی انتخاب میکنیم، این شکل هندسی رو کشش میدیم که کامل بپوشونتش این ایموجی و اینا رو. بعد بیایید قسمت بلندینگ ان اوپاسیتی گزینه آخر ماسک رو انتخاب کنید، این گزینه ماسک رو علامت بزنید، انتخابش کنید، اوپاسیتیشو کامل 100 بذارید، اصلا دست نزنید بهش، و تنظیمش کنید. حالا الان دیگه شکلتون رو مثلا کامل ابعادش اوکی باشه، بذار بیاریمش این ورتر، خب حالا بیاد قسمت موون ترانسفورم، همین از شکل هندسی که درست کردید، یک کیفریم بذارید اول، یک کیفریم هم بذارید دقیقا وسط، کیفریم بعدی هم بذارید آخر، اولی رو بکشید بیاد پایین، از اون مقداری که محوشه هم بیارید پایین تر یه ذره، خب ولی نبریدش تا آخر، بیاریدش تا اینجا، بیاریدش یه ذره پایین تر، لازم نیست، فقط تا جایی که محوش کنه کافی باشه، یه ذره بیاریدش با این تر، و بعدی هم که میخواد بره بالا همین جوری ببرید بالا، از اون مثلا اینجا دیگه محو میشه تموم شه، یه ذره ببریدش بالا تر تازه، چون واسه تنظیم جا به جا میشه و اینا، کامل محو بشه بهتره.
کیفریم ها رو تنظیم کنید که دقیقا اول و آخر باشن. حالا منحنی یا همون نمودارش هم اینجوری تنظیم کنید اولی رو، بعد این رو کپی کنید، برای اینم پیست کنید و برعکسش کنید و به همین سادگی تا اینجا. حالا بیاید همین شکل هندسی رو توی قسمت افکت ها اد افکت بزنید، توی قسمت بلور افکت باکس بلور رو اد کنید، روی حالت استاندارد ستینگ استرنجش هم ببرید حدودا ببینم این چند مثلا بذاره بیشتر بشه بده ببینیدش روی 600. آره 600 اوکی. خب این به همین راحتی روی عکس قرار گرفت، هیچ شکل هندسی هم نیست دیگه چون همشون توی گروپ هم. درد سرش هم نیست، درد سر خاصی هم نداره چون خیلی ها براشون اینجا رو قاطی پاتی کرده بودن، چند تا شکل گذاشته بودن، من خیلی واضح نشون دادم بهشون دیگه، ولی باز یکم سختشون بود. حالا اینو که درست کردید، یه قسمت موو اند ترانسفور روی کل گروپ، خب اینجا قسمت زوم یک کی فریم بذارید اول، یک کی فریم هم بیارید بذارید مثلا برای آخرش، اینو یه ذره فقط یه ذره بزرگش کنید، یعنی لازم نیست خیلی گندش کنید که سرعتش عجیب غریب بره بالا، چون خیلی دیدم سرعتش رو خیلی برده بودن بالا، اصلا تره از بین رفته بود. ببینید خیلی کوچیکش کرد، حالا یه ذره هم بزرگتر بشه بهتره. خب حالا یه ذره فقط بهش اندازه دادم که یه حالت اومدن جلوی نرمی داشته باشه، لازم نیست خیلی تند بیاد دیگه، و این رو راحت میتونی با استفاده از این گزینه تنظیمش کنید که چه اندازه باشه، مثلا توی 29 صدم ثانیه هست نمیدونم، حالا مثلا توی یه ثانیه تموم بشه و جمع بشه و همه چیش، سرعتش رو تنظیم میکنه که توی یه ثانیه شروع بشه آخرش هم تموم بشه، میتونید ببریدش اصلا تو کل 7 ثانیه همه رو خودش تنظیم میکنه اتوماتیک، میتونید انتخاب کنید. و استایل های جدیدی هم که مثلا اومده میتونم مثلا اینا رو بهتون نشون بدم، میتونید آقا اینو دوپلیکیت کنید، این مثلا از این طرف اومده، خب این یکی مثلا بیاد و متن بعدیش مثلا این دیگه بذاریم جلوش، متن بعدیش مثلا از این ور بیاد، خب مثلا از این ور اومد این همی بر، و اپاسیتی عکستون هم کم کنید که متناتون معلوم باشه کامل. خب یا مثلا یه استایل دیگه اگه بخوام بهتون نشون بدم جدیدن اومده که مثلا این گوشه عکس میذارن، این هم بهتون نشون میدم. خب اول این که بیایید توی قسمت مومنت ترانسفورم اون کی فریم های زومش رو حذف کنید کلن، که زوم و ایناش رو تنظیم کردیم حذفش کنید دوتاشو، بعد بیایید توی قسمت لوکیشن، این لوکیشنش رو بیارید بذارید این گوشه، اندازش رو کوچیک کنید یکم که اندازش برای یه گوشه فقط باشه دیگه، زیاد گنده باشه مسخره میشه، بذاریدش این گوشه. یک کی فریم روی حالت لوکیشن بذارید اینجا، یک کی فریم هم بذارید مثلا اینجا که تنظیمش کنید، بعد یه ذره فقط بیاریدش این بر، تو رو خدا کشش ندید تا این وسط که اینجوری یهو این بپیچه بیاد تا اینجا، خیلی زایه است، و فقط یه ذره بیاریدش این بر که حرکتی داشته باشه فقط. همین راحتی. خب و یه چند تا استایل دیگه هم اومده، حالا من بخوام زیاد من خودم خوشم ازشون نمیاد، ولی مثلا بخوام بهتون نشون بدم داشتیم، مثلا همینو دوپلیکیت کنم اینو، خب چند تا استایل واقعا مسخره است، نمیدونم چرا باید همچین استایلی رو خوشتون بیاد ازش. اینو ما اینجا داریم، خب میاریمش این وسط بذاریمش اینو. بعد اول این که با بریم توی قسمت ادیت گروپ اینو کلا پاکش کنیم این شکلو، چون کلا میخوایم ترانزیتیشنش رو عوض کنیم، یه ترانزیتیشن مسخره باید بذاریم براش. قسمت افکس ها اد افکس رو میزنید، توی قسمت بلور دایرکشنال بلور اد میکنید روی این، خب یه همچی چیزی میشه
بعد شما اینو یک کی فریم میذارید براش، این اول یک کی فریم میذارید وسط و آخر نه وسط، و خودش 15 کی فریم وسطی رو صفر کنید که بشه حالت عادیش. چیز خیلی مسخره و راحت واقعا. حالا همون منحنی که کپی کردیم من میزنیم مثلا براش، این همچین ترانزیتیشن عجیب غریب مسخره ایه که خیلی هم طرفدار داشت. میتونید مثلا بیاید توی قسمت استرینج و اینو ببرید اصلا تا یک که کلا محو عجیب غریب باشه، بعدش راحت براتون جمع جورش میکنه، اینجوری میاره بهتون میده. بعدش هم یه فیدین بذارید براش، فکر کنم فیدین باشه بهتره. بیاید توی قسمت اپوسیتی یه فیدین فیدوت اد کنید، فید اینش رو صفر کنید، اوتش رو بذارید مثلا روی 20 یا 30 به این صورت. من همین راحتی، واقعا کار سختی نبود. روی عکس هم براتون گذاشتم که کاملا روشن بشید، کار واقعا شاخ عجیب غریبی نیست، لازم هم نیست اینجا بیو به هم ریخته بشه و 7-8 شکل هندسی بذاری اینجا قاطیاتی باشه، یا این وسط کلیپ مربع باشه یه گوشش دایره باشه. نه عزیزم، خیلی کار ساده و راحتیه. و این واقعیتش من بهتون گفتم، این استایل جدید آی مووی هم اصلا خوشم نمیاد، مثلا نمونهش این واقعا استایل چرتی، ولی خب گفتید بال منم براتون نشونش دادم. و این نفر هم دیدم حالا تو هم یوتیوب آموزش گذاشته بود واسه این استایل، خیلی خودشو جر داده بود و یه سری کار عجیب غریب میکرد، اصلا آدم گیج میشد. نه واقعا کار ساده ای همینه، و با این حالی که خیلی چرده کار ساده ای هم داره دیگه. و مرسی که این ویدیو رو دیدید تا اینجا، حتما حتما از کانال من حمایت کنید، لایک و کامنت و سابسکرایب اصلا یادتون نره، جدیدن بهش خیلی نیاز دارم. افت کانال و اینا داره میاد بالا، یعنی افتش داره درست میشه، و خب اگه ادامه نداشته باشه بازدیده و ویوها و حمایت شما، بازم دوباره افت میکنم و وقت دوباره پاره میشم تا دوباره درستش کنم. پس حتما حتما چنل رو سابسکرایب کنید، ویدیو رو لایک کنید، سوال درخواست یا نظری داشتید توی کامنت برام بنویسید، زنگوله کنار چنل هم روشن کنید که نوتیفیکیشنش رو روی آل بذارید. قاطی پاتی گفتم ولی خب همه این کارا رو بکنید. و پیج اینستاگرام منم توی دیسکریپشن لینکشو گذاشتم، میتونید اونم فالو داشته باشید. تا آموزش بعدی فعلا خداحافظ.